ما تو این درس میخوایم یه فرم کامل رو با همدیگه ایجاد بکنیم، CSS اون رو بنویسیم و اون رو با پایگاه دادمون ارتباط بدیمش تا بتونیم در پایگاه دادمون اطلاعات رو درج کنیم. اما خیلی پیشرفته تر میخوایم جلو بریم. اما من فقط تو این جلسه میخوام کدهای HTMLش رو براتون بنویسم که با اونها آشنا بشیم. من PHP رو پاک میکنم و وارد HTML میشم. اینجا یه تگ فرم باز میکنم. حالا فرم خودم رو یه تب میدمش جلو که گود کدینگ رعایت بشه. حالا ما تو این درس میخوایم از تیبل ها استفاده بکنیم. امیدوارم که با نحوه کد نویسی تیبل آشنا باشیم. فقط من یه اشاره میکنم که تیبل ها میدونیم که دارای دو تا قسمت TR و TD هستن. پس در ابتدا من یک تگ TR اینجا باز میکنم. یه TD رو در داخل اون وارد میکنم. یه کلاسی رو بهش اختصاص میدم به اسم لیبل. حالا اینجا به کاربر میخوام بگم نیم بده به من. حالا یه TD دیگه هم ایجاد میکنم با کلاس FRM element و اینجا هم اینپوتی رو دریافت میکنم از کاربر، تایپ تکست و نیم اون هم با استفاده از اون آرایه ها میخواییم پیش بریم که کارمون راحت تر باشه. اینجا هم نیم. ما توی جدولمون میخواییم چه چیزهایی رو درج بکنیم. نیم رو میخواییم درج کنیم، لست نیم میخواییم چاپ کنیم، ایج، حالا به عنوان مثال یک فیلدی رو میخواییم درج بکنیم، یه عکس، یک کامنت و تا همینجا کافیه. ما میخواییم این ورودی ها رو از کاربر بگیریم و توی جدول پایگاه داده خودمون قرار بدیم. حالا من دقیقا اینجا چند تا ورودی میخوام؟ 2 تا 4 تا 6 تا. به نسبت همون 6 تا پارامتری که من نیاز دارم از همین TRم یه کپی میگیرم و تغییرات رو روش اعمال میکنم. پس ما اول نیم رو گرفتیم. حالا از این TR یه کپی میگیرم، اینجا اون رو قرار میدم، اینجا میگم last name. حالا ال اون رو بزرگ بذارم که مرتب باشه. کلاس فرم المنت اینجا هم می نویسم last name. دیگه تغییری نیاز نداره. حالا میریم که اینجا age رو از کاربر بگیریم. age. حالا یه TR دیگر رو اینجا می نویسم. عنوان اون رو field در نظر می گیریم. اینجا با هم دیگه همخونی ندارن، من جای اینها رو برعکس نوشتم. فیلد. حالا یک قابلیت آپلود تصویر میخوایم اینجا انجام بدیم. یه پیکچری رو دریافت میکنیم، تایپ اون رو فایل میذارم و اینجا هم دیگه نیاز نیست از FRM استفاده بکنم. نیم اون رو ایمیج میدم و یک TR دیگه هم برای کامنت هامون استفاده میکنیم. اینجا مینویسم کامنت FRM کامنت و تایپ اون رو تکست میذارم. حالا برای کامنت اگه بخوایم که حرفه‌ای تر جلو بریم، میتونیم به جای اینپوت از یک تکست ایریا استفاده بکنیم که شاید متن بلندتری رو بخوان توی کامنت کاربرامون یادداشت بکنن. پس اینجا من از یک تکست ایریا استفاده میکنم و اینجا هم تکست ایریا رو میبندم. فقط این رو من باید اینجا قرارش بدم. درست شد. به این صورت ما فرم خودمون رو ایجاد کردیم. حالا میرم اینجا به فرم هم یک کلاس میدم، کلاس مین. اکشن اون رو صفحه run.php انتخاب میکنم. متد رو باید تنظیم بکنم که پست باشه و از خاصیت اینک تایپ استفاده بکنم، برای که توی فایل خودمون از قابلیت آپلود تصویر هم داریم استفاده میکنیم. این صفحه رو ذخیره میکنم. حالا میریم توی خروجی ببینیم که همه چی داره درست انجام میشه یا خیر. خب به صفحه لوکال هاست وارد میشم. فایل php استورم prg 1 رو ایجاد میکنم، form.php. خب به این صورت ما این کد نویسی فرم رو انجام دادیم که مرتبه تقریبا، اما به css نیاز داره. شما به هر کدومشون هم کلاس دادیم. اینجا تکست ایریامون اعمال شده، قابلیت آپلود تصویر هم داریم، نیم و لست نیم و ایج و فیلد. حالا توی قسمت بعدی میخواییم کلاس نویسی اون رو انجام بدیم و فایل های css بهش اختصاص بدیم.